بیننده‌های عزیز و ارجمند، در این لحظه‌های فیضبار برنامه ما را همراهی می‌کند حافظ خوش‌آواز، استاد دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورف فکولته صنعت و آوازخوان انسامبل شش مقام سرایان نوری خوجند بختیار دولتف حضور دارند و سرآغاز شما را به برنامه خوش آمدید می‌گوییم. تشکر زیاد. میگویند که صوت و ترانه ناب قلب انسان ها را لبریز شادی و فرح می سازد و خیال آنها را به دنیای رنگین می برد. این دنیای زیبا را شما چگونه تصویر می کنید؟ مرحمت فکر شما برای بیننده های عزیز ما. تشکر زیاد باری دیگر. بسیار شما بسیار خوب قید کردید. پیش از همه سلام و درودی به پایان به همه تماشابینان تلویزیون ولایت سغد و برای همه کارمندان تلویزیون ولایت. و تشکر بار دیگر برای دعوت و به سوال شما چنین گفتنی هستم که من در آیله هنرمند به دنیا آمده هستم که شادروان احمد جان دولتف پدری بزرگوار من که تمام اسباب های موسیقی را می نمختن از دنبره دوتار، تار، روباب بسیار سودخونی می کردن. من شاید همون زمزمه های پدری بزرگ بود که سودخونی می کردن. من مایده بودم روستگا به همون زمزمه های پدر بود که در مهر در قلب من جو شد و من همین جوده رو دریافتم و به خود انتخاب هم کردم که مقصد هم گذاشتم، نیت هم کردم که باید من همین جوده صنعت رو پیشنهاد کنم و به خلق و وطن و به دیار عزیزم خدمتی خود رو کنم. استاد، متن بلند به کس می شود دلپسند و سراینده رو میگرداند شهرتمند. شما در این باره چی میگویید؟ البته این سخن گوهر میگویم. وقتی که سخن پرمضمون است، آهنگ قطعی جور شود، بسیار هم تاثیر بخش میشود. خودی موسیقی این یک اجاز است. این خودی موسیقی بسیار یک نیروی هست که اگر با شعر بلند یک جو شود، ما میتوانیم به مقصد خود رویم، به قلب انسان یک تنبور زنیم. قلب انسان میتونیم که دریافتن. وقتی که شعر بلند باشد، آهنگ پرمضمون باشد، این بسیار یک معجزه است. فکر میکنم این اصلا میخواستیم که انامین با یک زمزمه ترانه اثبات میکردید انامین گفته های خیش را و قایل میکردید اهل ذوق را. مرحمت. تشکر زیاد. چرانه اما یارو برادران یک خانه و در ای خوش اقبال زاده یک مادر ای مهری تو وطن چو مهری مادر هر دم اما رو ببرد به سوی شادی و زفر ای جان وطنم نامی تو عنوان من است آی پاکی روخت پاکی ایمان من است آی ای هر چشمه گیر یعنی تو ارمان من است آی هر تاجی که زین ده تاجی کستان من است آی. تشکری زیاد. واقعا هم با آواز خوش ما رو کردید مفتون. تشکری زیاد. آوازتان خسته نباشد. میگویند که شش مقام پایه صنعت است. مقام خانی را هم در خود سنجیده اید. تشکر زیاد. شش مقام بسیار اثری قدیمه، اثری نیاگان ما هست که در طول تاریخ تا به امروز آمده رسیده است. بسیار ژانری دشوار هم هست چون که بسیار
اوموختن این اثر بیزوال، چون که ما در انسمبل شش مقام خانون نوری خوجان کار و فعالیت داریم خوشبختانه طول چندین سالها و خود رو سنجیده ام و حرکت کرده استادم از استادان باز هم آموزیم خیلی میسنجیم. این سنجش ما را به فکرم این شنونده به هم ایتیاد خیلی یک پرچه زمزمه میکنم برای تماشا بینام. دل برا سنت قشوم نرگیس فتانی تو را قد سر بولا بچوم لالی بدخ شانی تو را تا برام چاکی گری بانه برم دستی اومد هرگز از کف ندهم گوشه دامانی تو را هرگز از کف ندهم گوشه دامانی تو را. تشکر زیاد. میگویند که زبان ملت تاجیک زبان خلق پرشان است، کلام شهدریز مادران پاک دامان است، زبان تاجیکی پرچم نشان و همگیمن جاویدان، زبان تاجیکی در پایه خورشید تابان است. این لحظه ما میخواستیم که انا همین زبان هستی ما که زبان تاجیکی همون زبان هستی ملت است، برای رشد و نمو و فصاحت زبان تاجیکی از روی مهر و اخلاص چی هدیه این لحظه برای ما اهدا می‌دارید برای عزیزان ارجمند ما؟ ولی درست گفتید مفتونه، سخن از عشق سرشار برای زبان شیردار تاجیکی باشد که قلب‌ها را نوازش و روح را بالیده می‌سازد. بله. مرحمت. زیاد. شعری گفته است که خدا تاجیک را تاج سر داد، بهشت‌آسا عجایب کشور داد، تمام نوش و نعمت‌های دنیا وطن داد و زبان مادری داد. خوشبختانه این زبان تاجیکی نابی دری ما به همگان معلوم است که در طول تاریخ بسیار یک اصالت خیش را در سطح بلندی رانده است که این هم برای ملت تاجیک یک باعث افتخار است. و خوشبختانه تمام اون شاعر و نویسنده هایی که نو وابسته به خلقیت ملتشان با این زبان نو دری تاجیکی چندین اثرها، غزلها، شعر و داستانهای ایجاد کرده است که این هم باز هم یک افتخار ملت تاجیک است که برای ما افتخار است. یک سرود در وصف زبان مادری با قلم کمال نصرالله نویسته شده است، پیشکشی تماشا می‌کنم. ملتی تاجیک را اصلا زبانش زنده داشت، چون که او همین زبان را همچو جانش زنده داشت، میهنش بود این زبان و جوشنش بود این زبان، این زبان چون توان در روان زنده داشت، این زبان که چو شیر مادران پاکیز است، پاک روح و پاک جسم و پاک جانش زنده دار.
کی بر او شکوهی بی زمالی داده است. بو علی چون آفتابی آسمان زنده داشت، خواجه حافظ این زبان را خود زبانی عشق کرد، این زبان را گرم عشق نهانش زنده داشت. وای جانه حجتی پیروزه ما، حجتی بنیاد ماست، این زبانه که جهان را در جهانش زنده داشت، ای زنده داشت. هرچی او از دست داد و هرچی بیر بودند از او، در زبانش زنده داشت، در روانش زنده داشت، حق به جانش زنده داشت. اما در زمینی لطف خدایم، در بام دنیا سر بر سمایم، هم آشیان سیمرغ مایم، تاج سعادت بر سر بمانم. ما تاجیکانم، ما تاجیکانم، دستا به دستم، جانی به جانم. هنیشق ای مرز ایمان، ای خاک حکمت خلدی بزرگان، در عرض پاکت ای تاجکستان، دستا به دستم، جانی به جانم. ما تاجیکانم، ما تاجیکانم، ما صاحبانی گنجی نهانم. ما تاجیکانم، ما صاحبانی گنجینی هانم، ما زادگانی آزادگانیم، ما تاجیکانیم. تشکر زیاد. بله، واقعا هم زبان تاجیکی یکی از شیرین ترین، گواراترین و روان ترین زبان دنیا محسوب می‌یابد. و در این باره خودی محمد اقبال فرموده: گرچه هندی از عذوبت شکر است، طرز گفتاری دری شیرین تر است. تشکر زیاد. نقشه های شما در آینده چگونه است؟ مرحمت. تشکر زیاد. نقشه های من انشاءالله، ما یک چوربینی کلانه داریم که در عرفه همون چوربینی قرار داریم. 15 سالگی انسامبل شش مقام خانان نور خوجند آمادگی و قرار داریم. نقشه های ما انشاءالله زیاد است و نقشه سندکار همیشه سرود نو، آهنگ نو برای تماشابینان پیشکش کردنی هستیم. شکر زیاد. شما را از فرصت مناسب استفاده برده برای جشنگیری اید زبان تبریک و تهنیت ها میگویم و در جاده کارتان برای را کامگاری های همیشگی تمنا میکنیم. تشکر برای صحبت جالب و مرغوب. بیننده های عزیز و ارجمند، برنامه ما ادامه دارد. ما را همراه باشید.